سلام به شما، من فریدا صبا هستم و برنامه دهکده جهانی رو به شما تقدیم می‌کنم. در این برنامه من و شما به این سو و آن سوی دهکده جهانی می رویم و با هم به مطالب، رویدادها و موضوعهایی نگاه می کنیم که در این سو و آن سو به نوعی برای من و شما مطرح بودند و به ایران و ایرانی ربط پیدا می کنند. و اما نام برنامه، دهکده جهانی. همونطور که میدونید دهکده جهانی نام تئوری معروفی است در علوم ارتباطات که سالها پیش در دهه 60 و سالهای 1964 و 65 توسط تئوریسین و دانشمند سرشناس کانادایی آقای مارشال مکلوهان به دنیا معرفی شد و همونطور که میبینیم این نظریه تا به امروز همچنان به عنوان تئوری معتبری در علوم ارتباطات اجتماعی به شمار میاد. مارشال مکلوهان در کتاب‌هایی مثل Understanding Media و Medium is the Message و چند کتاب دیگرش به نقش مهمی که وسایل ارتباط جمعی و شبکه‌های گسترده خبری و به خصوص نقشی که شبکه‌های تلویزیونی آن روز در جامعه بازی می‌کردند تأکید زیادی داشته و رسانه تلویزیون رو به عنوان وسیله‌ای که به مدد تکنولوژی جدید دارای فوریت و قدرت نفوذی بی‌نظیری شده بوده ستوده و نقش اونو در هدایت افکار عمومی مردم دنیا بسیار مؤثر دانسته. آقای مکلوهان در تئوری خودش میگوید که تلویزیون و شبکه‌های خبری دنیا آنچنان از نظر خبری مردم رو به یکدیگر نزدیک کرده و پیوند دادند که همچون دهکده کوچک خبرها از این سو به آن سو و با سرعت و فوریت زیاد در عرض چند ثانیه منتقل میشن و همه ما ساکنین جهان رو از اخبار یکدیگر مطلع میکنن. گفتنی اون که دکتر صدرالدین الهی استاد روزنامه نگاری نیز که به جرأت او را میتوان پدر روزنامه نگاری نوین ایران دانست، برای نخستین بار تئوری دهکده جهانی و گلوبال ویلج رو در ایران به دانشجویان خودش معرفی کرد. و اما در این سو در آمریکا، چندی پیش دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نوتریج که یکی از معتبرترین دانشگاه‌های آمریکاست و بخش مطالعات زنان این دانشگاه که همه ساله چند زن نمونه سال رو از میان زنان و فعالین اجتماعی که نقشی اساسی در خدمت به جامعه خود داشتن معرفی می‌کنه، امسال نیز به این کار اقدام کرد و برای نخستین بار امسال یک زن ایرانی رو به عنوان زن نمونه دانشگاه نوتریج در سال 2014 معرفی کرد. این انتخاب به خاطر فعالیت‌هایی است که این بانوی فرهیخته ایرانی در راه گسترش عدالت اجتماعی و شرکت در جنبش زنان و مبارزات آزادی خواهانه در ایران و آمریکا به عهده داشته. او کسی نیست جز خانم پروانه بهار، دختر ملک و شعرای بهار، نویسنده، شاعر و سیاستمدار مبارز ایران. I'm Nayure Toidi, Professor of Gender and Women's Studies Department at CSUN and also Director of Middle Eastern and Islamic Studies here. It's a real honor and pleasure, great pleasure to me to introduce to you a truly phenomenal woman tonight. That is Miss Parvaneh Bahar. خانم بهار به همراه سه زن دیگر به خاطر خدمات برجسته‌ای که به جوامع خود کردند به عنوان زنان نمونه سال 2014 این دانشگاه معرفی شدند. خانم‌های دیگر عبارتند از خانم دکتر میشل راهیا، استاد دانشگاه ریورساید و مدیر مرکز تحقیقات ادبی سرخپوستان. خانم فریدا لیماک، فیلمساز و کارگردان مستندسازی که در همین رابطه نیز جایزه اسکار دریافت کرده. و بالاخره خانم دورتی وودلاسون،
معلم و کوشنده حقوق مدنی و مبارزه با بیسوادی در دهه 1960. اینها سه زن دیگر نمونه سال 2014 بودند که به همراه خانم بهار به این مقام دست یافتند. پروانه بهار به عنوان دختر ملک و شعرهای بهار، نویسنده، روزنامه نگار و سیاستمدار مبارزی است که در جنبش آزادی ایران نقشی اساسی داشته و بارها به همین خاطر به زندان افتاده است و تبعید شده. با چنین پدر مبارز، بلتب پروانه بهار در محیطی بزرگ می شود که سراسر است از آشوبهای سیاسی دوره. پروانه همراه با زندانی شدن پدر رنجهای فراوان می کشد و در تبعید نیز با پدر همراه می گردد. و زمانی که او به بیماری سل مبتلا می گردد، پروانه با پدر می ماند و همراهش به سوئیس سفر می کند تا بیماری او را مداوا کند. پروانه می گوید از پدر بسیار آموختم و عشق به آزادی و احترام به مردم و حقوق آنها را همراه با لزوم عدالت اجتماعی در مکتب پدر یاد گرفتم. پروانه بهار در سال 1950 ازدواج می کند و به خاطر شغل همسرش که دیپلمات سرشناسی است، با سیاستمداران و همچنین مبارزات آزادی خواهانه آمریکا آشنا می شود و به آنها می پیوندد. فرصتی پیش آمد تا با خانم پروانه بهار به گفتگو بنشینیم. به بخش‌هایی از این مصاحبه توجه کنید. ابتدا اجازه بدید در مورد کتابی که شما منتشر کردید و خاطرات شما هست از زندگی پرفراز و نشیب و بسیار جالبتون سوال کنم. انگیزه شما برای نوشتن این خاطرات چی بود و چرا دلتون میخواست که خاطرات خودتون رو با زنان و مردان و خواننده های خودتون شریک بشید؟ اول از همه که من خیلی علاقه داشتم که چون بچه های من در آمریکا دنیا اومدن و بزرگ شدن، مادرشون رو بشناسن و فامیل مادریشون بشن. ولی در قسمت دوم و شاید مهمتر از این بود که من براشون بگم که چقدر زحمت من کشیدم برای زنان در امریکا و برای سیاه پوستان و برای اصلا حقوق بشر، که واقعا نمیتونستم نکنم، چون زندگی میکشه شما رو به جایی که اگر که واقعا درتون یک ذره انسانیت هست، اون باعث این میشه که دنبال این جریانات بریم. خانم بهار، اسم کتابتون مثل این که در فارسی هست مرغ سحر و خاطرات پروانه بهار. خاطرات پروانه بهار و انگلیسی هم که تازه منتشر شده به اسم The Poet's Daughter. Poet's Daughter، دختر شاعر. دختر شاعر. بله. و این کتاب رو من اول برای این نوشتم واقعا که اولا که همیشه دلم خواست نویسنده باشم و بتونم کتاب بنویسم، این آرزوی من بوده. بعد از این که بازنشسته شدم از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، رفتم دانشگاه دوباره و دو سال کریتیف رایتینگ که رسم نویسندگی گرفتم و بعد مرغ سحر رو نوشتم به فارسی که در 2005 در تهران چاپ شد و چاپ دومم رفت، ولی الانم هیچ ازش یک دونه پیدا نمی‌کنم. مثل اینکه بستلر شده در ایران. این که کتاب من واقعا هم پدرم رو معرفی کردم و هم تحت تأثیرات حرفهای پدرم که واقعا علاقه داشت به آزادی و زندگی زن که مطابق مرد باشه، هیچ فرقی نمیدید. به همین جهت من زیر تعلیمات اون بعد از این که آمدم به امریکا، و اول از همه فکر کردم که باید تحصیلات خودم رو تمام بکنم، بعد اینکه بدون تحصیلات زن واقعا نمیتونه کار بگیره که پول خودش شخصا در بیاره، و اگه شما نتونین در کار سیاسی یا در کار علمی یا در هر چیز دیگه از خودتون پول در نیارین، همیشه من فکر میکنم که نوکر جامعه یا نوکر شوهرتون خواهید بود. بله. از تجربیات خودتون در همکاری با جنبش زنان آمریکا، اینطور که میدونم شما در سالهای 50 به آمریکا تشریف آوردید و در اون موقع زنان آمریکا هم همچین حق و حقوقی نداشتن، کما اینکه رشته هایی هم که میخواستین تحصیل کنی
فقط گفتن میتونین شما پرستاری و لایبریریان باشین و یا معلم باشین یا پرستار باشین یا سکرتر. بله. دیگه این شغل فقط زنا بود و برای خانم ها که داخل اشغالات مرد ها وارد می شدن کودا داشت که فقط 10 زن مثلا مدرسه برای حقوق برای خوندن حقوق میگه یا مدرسه برای دکترا شدن دکتر طب و فیزیک شیمی و همه اینا کودا داشت، یعنی بیشتر برای مردا بود، سهمیه داشت برای بله سهمیه داشت، سهمیه خیلی کوچیکی برای زنا داشت و این بغده من اصلا قابل قبول نبود برای من که فکر میکردم که آمریکا یه مملکت خیلی آزادی است و زنها حقوق برابر با مرد دارن، ولی درست برعکس این بود و زنان امریکایی هم حقوقی نداشتن و به خصوص که بعد از این که من وارد جنبش زنان امریکا شدم و تحقیقات زیادی راجع به این موضوع کردیم، حتی استانهای جنوب مثل لوئیزیانا، مثل میسیسیپی و بقیه تکساس اینا هنوز ناپلئونیک لا داشتن، یعنی هنوز قوانینشون مثل قوانینی بودش که ناپلئون و فرانسوی ها در لوئیزیانا در جا گذاشتن، یعنی اگر مرد میمود شما حتی تصدیق رانندگیتونم از دست میدادین و این موضوع اصلا اینقدر راجبش برای آمریکایی‌ها بی اهمیت بود، موضوع حقوق زن، که اصلا فکرم نمی کردن که چقدر به زن اجحاف میشه در امریکا و ما توانستیم، یعنی من علاقه فوق‌العاده داشتم وقتی که من خودم مخواستم برم به مدرسه حقوق بعد از اینکه لیسانس ادبیاتم رو گرفتم، جلوی منو گرفتن برای اینکه با وجود اینکه من از امتحان قبول شده بودم به من گفتن که نمیتونی بیایم برای اینکه ما 10 زن بیشتر قبول نمی کنیم و تو شماره 11 هستی. خیلی این موضوع به من برخورد و بعقیده من خیلی احمقانه، قانون بسیار احمقانه بود و باور نمی کردم که این امریکاست که این حقوق رو از زن میگیره. و وقتی که مثلا من مجبور شدم برم توی شغلهایی که برای زن بود که یکیش سکرتری بود و معلم و پرستار مریضخونه و یکی هم کتابدار. خب من مجبور بودم چون که نمیتونستم کاری دیگه بکنم، رفتم فوق لیسانسم رو گرفتم در قسمت کتابداری. ولی لا معذرت میخوام، لا میخواستید بخونید درسته؟ میخواستم لا بخونم و بعدم بشم برای حقوق زن و حقوق انسانها کار بکنم که جلو منو گرفتن گفتن نه خیلی نمیتونی وارد شی، با وجود که امتحان سخت ورودیه رو من دادم ولی من نمره 11 بودم، 10 زن امریکایی رو قبول کردن و منو قبول نکردن. در سالهای 50 و مبارزات زنان آمریکا، آیا از بانوان ایرانی کسی دیگه هم بود جز شما؟ اصلا زن ایرانی، اولا که ایرانی خیلی زیاد در آمریکا نبود، اگرم بودن شاگرد مدرسه بودن که آمده بودن و زن نبودن، بیشتر پسرها رو میفرستادن از ایران و نبود، اصلا زنی نبود، تنها زن ایرانی که من در این جنبش شرکت کرد من بودم فقط. بله. شما همسر یک دیپلمات بودید درست؟ بله، شوهرم دیرکتور یکی از دیرکتورهای بانک جهانی بود. بله. و به همین جهت ما آمدیم به امریکا برای 2 ولی 6 دوباره او رو انتخابش کردن و ما موندیم 12 اینجا. بعد دیگه چون خود منم داشتم تحصیل میکردم، تحصیلام تموم شدن، دیگه به ایران بر نگشتیم و موندیم اینجا که بچه همونم امریکایی هن واقعا. بله. چطور شد انگیزه شما برای ادامه تحصیل و اینکه شما اون موقع یک زن فرمانبر خوب پارسا بودید، یک خانم خانه‌دار بسیار خوب که هستس در واشنگتن، هستس خوبی هم بودید، چطور شد که یک بانوی فرمانبر پارسا شروع کرد به جنبش زنان پیوستن و خواست که برای خودش کسی باشه؟ میدونید اول از همه این که پدرم اینقدر در روی من تأثیر گذاشته بود، به خصوص سالهای آخر عمرش که من تنها پرستارش بودم در سوئیس و که زن میتونه مطابق مرد باشه و هیچ وقت نذار که کسی به حقوقت تجاوز بکنه و
واقعا زندگی من اون دو سال سه سال آخر عمر پدرم نه تنها با پدرم بود بلکه با بزرگترین نویسنده ها و شاعرهای دنیا میمدن به دیدن او و من مصاحبت یه با اینکه دختر خیلی جوونی بودم ولی من از اونا درس میگرفتم و اینقدر روی من اینا تأثیر گذاشتن و بعد من که آمدم آمریکا و دیدم که من واقعا هیچ حقوقی ندارم باید همیشه از شوهرم پول بگیرم و خیلی برام عجیب بود و به خصوص اینکه تحصیلاتم رو تمام نکرده بودم من فقط با تصدیق کلاس 9 خوندم و شوهر کردم به این جهت خودم رو خیلی نادان حس میکردم و باید حتما تحصیل میکردم و اینم خیلی بر من کاری مشکلی بود برای اینکه شوهرم با رفتن زن به دانشگاه موافقت نداشت و من مجبور شدم که پشت سر اون تحصیلاتم رو ادامه بدم. پس تحصیلات یواشکی داشتید yes, شما. بله. این قصه شما خیلی جالبه. در مراسم اهدای زن نمونه سال در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نورتریچ که به شما از شما قدردانی کردن یه قسمتی از این قصه رو گفتید، خیلی جالبه. دلم میخواد که بینندگان ما این قصه رو از زبون شیرین خودتون هم بشنون. ببینین وقتی من آمدم آمریکا اصلا انگلیسی هم بلد نبودم و یه بچه دو سال نیمم پسر داشتم و خیلی اول از همه رفتم انگلیسی یاد بگیرم و خیلی هم زود یاد گرفتم. بعد معلم من که خیلی منو تشویق میکرد، یه خانم امریکایی بود، استاد دانشگاه امریکن بود، به من گفت تو خیلی باهوشی، تو باید بری دانشگاه. من اصلا هنوز دبیرستانم هم تموم نکردم. در این صورت برای من درست کرد که من دبیرستانم رو برم و دبیرستانم شبانه بود، همون اکابر ایرونی، و من با کسانی که درس میخوندم میرفتم اونجا، یا شوفر تاکسی بودن یا شیر میفروختن، بله همه اینایی که عقب مونده بودن از دانشگاه. منم با اونا در عرض دو سال دانشگاهمو تموم کردم و حالا میخواستم باعث دانشگاه بشم و الان دیدم که هیچ شوهر من با این موضوع موافقت نداره و به من همیشه میگفت که تو من تا آخر عمرت تو نگهداری خواهم کرد، تو چه علت میخوای بری دانشگاه؟ اولا که نمیتونی، دانشگاه فقط برای مرداست و نمیتونی از اوتش بد بیا، بعد خیلی ناامید میشی به خودت و من تا آخر عمرم تو نگهداری میکنم. خیلی اشتباه میکرد برای اینکه 25 سال پیش او فوت کرد ولی من هنوز زندم و اینجام و خودم از خودم نگهداری کردم. پس تئوریشون متاسفانه درست در نیامد. من به تمام خانم های جوان میگم که برین تحصیلاتون تمام بکنین و روی پای خودتون بیستین و پول خودتون رو داشته باشین. زن حتماً باید از لحاظ مالی خودش آزاد باشه، وگرنه آزاد نخواهیم بود، همیشه نوکر مرد خواهیم بود، یا نوکر جامعه، یا نوکر پدر، یا نوکر فامیل، فرق نمی کنه. اگر میخواین که یک زن باشین و خروی پای خودتون باشین باید تحصیلات داشته باشین. پس من مجبور شدم برم یواشکی دنبال شوهرم کار بکنم. کار آسونی نیست و کار بسیار مشکلیه، برای اینکه من بیشتر شبها از ساعت 1 بعد از نصف شب که دیگه بچه ها خوابیده بودن و شوهرم خوابیده بود میرفتم تو آشپزخونه، یه چراغ و یه میز تو آشپزخونه گذاشته بودم، میشستم اونجا تا ساعت 5 صبح درس حاضر میکردم. یکی دو شب فقط شوهرم آمد تو آشپزخونه گفت تو چه کار میکنی؟ فکر میکرد من فقط انگلیسی میخونم که خیلی هستس بهتری باشم برای اون، ولی نمیدونست که من دارم دانشگاه میرم و درس میخونه. یعنی شما تمام دوره 4 سال دانشگاهی رو شبها تمام یواشکی در آشپزخانه با چراغ کوچ؟ بله تمام شبها. برای این که خودم هم الان که فکر میکنم بهش نمیدونم چجوری کردم، ولی یک انرژی عجیبی در من بود و همیشه صدای پدرم هم میشنفتم، تو هر کاری رو بخوای بکنی میتونی بکنی. یعنی هیچ وقت نه به من نگفت. به این جهت نهایی که شوهر من به من میگفت تأثیر روی من نداشت. من به خودم اطمینان داشتم که من همونقدر باهوشم که اون باهوشه، من همونقدر میتونم دانشگاه برم که اون رفته دانشگاه. خب 4 سال من مخفیانه درس حاضر میکردم و خصوص سال آخرم که حامله شده بودم از دخترم
سودی، ولی با تا موقعی که دردم شروع شد سر امتحان یکی از کلاس های انگلیسی بود که مجبور شدن از اونجا من ببرن مریض خونه، ولی بعدش دیگه رفتم و مسیر تموم کردم و رفتم بروزی که دیگه دو هفته بعدش دانشگاه تموم میکردم، لیسانس ادبیات انگلیسی گرفتم، رفتم دوباره پیش شوهرم و التماس که منو بذار برم به دانشگاه. خیلی ناراحت شد به من نگاه کرد، ما این موضوع رو چندین سال پیش حل کردیم، چون تو احتیاج اولا که نمیتونی بری دانشگاه، تو خیال میکنی بله بله. چون دختر ملک شعرهای بهاری باهوشی میتونی بری، ولی نه نیست اینطور. گفتم که خب پس دعوتنامه دانشگاه دادم بهش. گفت این چیه؟ گفتم این دعوت کردم از تو که بیا دانشگاه برای اینکه من تا دو هفته دیگه لیسانس ادبیات انگلیسیمو میگیرم. خیلی تعجب کرد و من کاش یه دونه دوربین عکاسی دستم بود عکس اونو میگرفتم که چطور این در مقابل یه کاری نشه. خیلی کار مشکلی بود. یعنی چه حالتی داشتن؟ عصبانی و خوشحال؟ خوشحال نمیدونم خوشحال بود یا نبود، ولی فوق‌العاده تعجب کرد که ای بابا. من فکر میکنم پیش خودش تعجب کرد ای بابا من راجب این زن اشتباه میکردم، باهوشه، مثل که باهوشه و میتونه بخونه. خب این موضوع این موضوع بر من خیلی مهم بود و حالا تا حالا که جنگ میکردم با شوهرم و با بچه ها که بتونم دانشگاه رو تموم کنم. بعد تصمیم گرفتم برم مدرسه حقوق که بشم وکیل زنها و وکیل اصلا انسانها، بتونم از حقوق اونها دفاع کنم. اول خودم آزاد کردم، میدونین؟ بله. تحصیلات به زن آزادی میده، اول خودتون آزاد کنین، بعد من رفتم برای آزادی مرد دیگران که در قفس بودن. به این جهت مدرسه حقوق امتحان دادم، ولی به من نوشتن که مدارس حقوق در امریکا 10 زن بیشتر در سال نمیتونن قبول بکنن. حالا نه تنها در منزل من باید میجنگیدم برای ادامه تحصیلات، در جامعه هم باید میرفتم بجنگم برای این کسی حقوق زن در امریکا بد بود، اصلا حقوق نداشتن. از کسانی که در جنبش زنان امریکا بودن شما با چه کسانی همکاری کردید؟ و مثل اینکه شما به نوعی هم در همکاری با مارتین لوتر کینگ بودین و در اون رژه معروف شرکت داشتید، چه جور شد که شما به این جنبش راه پیدا کردید و فعالیت کردید؟ به زنان که خب من با سران زنان، برای اینکه این واقعا جنبش دوم زنای امریکا بود برای آزادی کامل، برای اینکه اولش که برای رأی دادن بود که زن حتی رأی نمیداد، ولی این دوم برای واقعا برابری با زن و مرد بود. و با اونا پیوستم و با بتی فریدمن و گلوری استاینم که تنها کسی که از اون جمعیت زنده هنوز گلوری استاینمی که از من کوچیکتره، ولی نه خیلی، میشد 4-5 سال کوچیکتر، با بلا ابزور و شلی شیزم که اولین زن سیاه پوست آمریکا بود که در مجلس انتخاب شد. اینا رؤسا بودن و من و بقیه زنها با اینها همکاری داشتیم تا اینکه بالاخره نشنل وومن ارگانیزیشن برپا شد. ولی به اینجا رسیدیم که من، یعنی خودم به شخصن و 10 تا زن دیگه، تا زن حقوق سیاسی نداشته باشه، تا زن نتونی در تصمیم گیری شرکت بکنه، زن بازم تو سرخوره جامعه است. پس به این صورت من و 71 زن دیگر که من تنها امیگرنتش بودم، ما این رخ درست کردیم و من واقعا افتخار زندگی می که این کار کردم. ما 72 زن در تمام امریکا نشنل ویمن پولیتیکال کاکوس، یعنی برای ورود زن به سیاست و تصمیم گیری کار کردیم. و در همون سال 1972 که این جنبش و این چیز، این حزب به وجود آمد، زن فقط 1% در سیاست امریکا شرکت می‌کرد. همون سال پرید به 14% و الان زن ممکنه، امیدوارم که رئیس جمهور آینده ما زن باشه. حالا برای سیاه‌ها چطور؟ من بازم باور نمی‌کردم که آمریکا اینطور وحشیانه به سیاه پوستا اهانت میکنه. تا اینکه یه مسافرت خیلی کوچیکی در همون 1950 1950 دهه 50 به
فلوریدا کردم با شوهرم و پسری کوچیکم، مثلا بود 3 سالش یا 3 سال نیمش 4 سالش. شما تمام این کارها رو در کنار ایفای نقش زنانه خودتون در خانواده، بچه داری و شوهر داری و اینا، تمام اینا رو همه رو میکردم و بعد از اون چون چاره دیگه نداشتم. بچه داشتم، شوهر داشتم و شوهرم هم نماینده نه تنها ایران بود، نماینده 14 مملکت گروپ بود در یونایتد نیشن. و مجبور بودم که مرتب یکی از هوستس های واشنگتن بودم من دیگه. همه این کارا رو میکردم و در ضمنم مثل کسی که میدونین وقتی در شما یک وجود، یک چیزی وجود داره، نمیتونین دنبالش نرین. این آتشی که توی من بود برای انسانها، آزادی انسانها، اول باید خودم ثابت کنم که من آزادم، بعد برم کمک کنم که دیگران رو آزاد کنم. این همیشه تو دلم بود. و بعد که رفتم به فلوریدا، پسر من رنگ زیتونی داره، از من یه خود سیاه‌تره و تو آفتابم نشسته بود به کلی سیاه شده بود. من نشستم توی هتل بودیم، نشستم کتاب میخوندم و این بچه‌م توی آب بازی میکرد. یک مرتبه دیدم رئیس هتل سوت میکشه، get the nigger out of water، یعنی این بچه سیاه بدبخت رو بکشین از آب بیرون، چون حق نداشتیم که سیاه با سفید در یه جا شنا بکنه. وقتی که من بلند شدم و این اهانت رو جواب دادم و اون نگاه کرد، من دید که نه، من یه زن سفید پوستم و پسرم به خاطر آفتاب سیاه شده. این خیلی به من برخورد، از لحاظ انسانیت به من برخورد. و بعد اتوبوسای جنوب سیاهای بدبخت پشت میشستن، سفیدا جلو میشستن، آبی که باید مثلا بخورن اونجا تو خیابون اجازه نداشتن برن تو کافه بشینن، اجازه نداشتن تو هر رستورانی برن. یعنی خیلی برای من عجیب بود. من فکر میکردم آمریکا ایدئاله برای آزادی و بعد دیدم که نه، نیست. پس دوباره یک دون کار دیگه که شروع کردم اینه که به سیویل رایت موومنت پیوستم و مرتب حالا کارم این بود که هر وقت پیدا وقت پیدا میکردم باید میرفتم به آمریکایی، به انگلیسی میگن consciousness raising، برای هم خانم ها که فقط شما ها لیاقت این ندارین که بمونین خونه رو به انار درست کنین، کارهای دیگه هم از شما ها برمیاد، یا سیاه ها که شما ها برابرین با سفیدا، باید بیان از خونتون بیرون و حق خودتون رو بگیر. پس در این صورت من وقتی که مارتین لوتر کینگ اعلان کرد که وقتی که برگشت از اسلو، اعلان کرد یعنی 2 ماه قبل از این که برگرده که رفته بود جایزه صلح رو بگیره در سال 1964. بله. این آمد و اعلان کردن که از سلما تا آلاباما پیاده روی میکنن و من نتونستم دیگه بشینم تو منزل. به دنباله این گفتگو در هفته آینده توجه کنید. تا وقتی دیگر و دیداری دوباره، بدرود و بادرود.